خواب شبم خیلی ازم گرفت. امیدوارم نتیجه بده. انشالله که پزشکی دندون پزشکی قبول میشه. استرس و نگرانی های قبولی در کنکور از تفریح و مهمونی و همه چیز زدم باعث شده تا افراد سوجو دست به کار شدن، آن هم با ادعای داشتن سوالات کنکور و فروش آنها در فضای مجازی. داخل کانال تلگرامی سوالای کنکور میفروختیم، اما در واقعیت سوالی در کار نیست. سوالا مال کنکور 3-4 سال قبل بود، جکس کنکور امسال میدادیم، بعضی هم مثلا کلا نمیدادیم بهش. یعنی پولو میگرفتی دیگه از دسترس خارج میشدی؟ بله بله. سوالا مبلغش چقدر بود؟ مبلغش از بستگی داره دیگه، از 3 تومان تا 300 تومان هم میگرفت. پلیس فتا افراد دیگری هم دستگیر کرده، فروشندگان ابزار تقلب. طریق دیوار هنسفری میفروختم. یعنی ابزار تقلب؟ بله، ابزار تقلب برای امتحانات. مبلغش چقدر بود این هنسفری های شما؟ از 4-5 تومن تا 10 تومن. کاملا نامرئی که در داخل گوشت جاسازی میشه. سرکارتا قابلیت سیم داره و بر اساس این سیم ارتباطش با همین هنسفری که خدمتتون عرض کردم با بیرون برقرار میشه. رئیس پلیس فتا تهران میگوید کسانی که از این ابزارها در کنکور استفاده کنند دستشان رو میشود. همه این تجهیزات با دستگاه‌های الکترونیکی جدیدی که هست در محل آزمون قابل کشف و به هیچ عنوان قابل استفاده نیست. خواستیم با مالباخته ها مسابقه کنیم، اما به خاطر اینکه خرید و فروش سوالات کنکور جرم محسوب میشه، مالباخته‌ای برای طرح شکایت به پلیس فتا مراجعه نکرده. سردار مجید رئیس پلیس فتا کشور میگوید 300 تارنما و صفحه که در فضای مجازی مدعی فروش سوالات کنکور بودند و ابزار تقلب میفروختند شناسایی و مسدود شده. بالغ بر 20 نفر افراد مدعی فروش سوالات کنکور 1403 و همچنین افرادی که مدعی فروش تجهیزات و ابزارهای تقلب بودند مورد شناسایی و دستگیری قرار گرفتند. قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.